بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما کاربران محترم سایت LearnWiles، من نوید رامخو هستم. با دوره آموزشی زامارین اندروید در خدمت شما عزیزان هستیم. یک دوره بسیار کامل از اینکه شما نحوه کد نویسی سی شارپ رو به صورت مقدماتی و متوسطه در این دوره یاد میگیرید، با کلاس هایی که ما در اندروید کار میکنید رو به صورت کامل آموزش میبینید و انعطاف این برنامه رو به مرور زمان خودتون متوجه میشین، چون از اونجایی که قرار هست با تکنولوژی خیلی خوبی کار بکنید، بعد نیست که شما عزیزان هم نحوه کار رو باهاش یاد بگیرید. عرضم به حضورتون که ما مواردی که در مورد بررسی قرار میدیم، شیوه تدریسمون هستش که به صورت کاملا عملیه. جایی که نیاز به تئوری باشه، نکته های ریزی باشه، حتما به شما عزیزان خواهم گفت، چون در واقع برنامه نویسی موبایل یا برنامه نویسی کلن یک ایدهیه که همه با گذروندن تقریبا چند هفته میتونن یاد بگیرن. مهم نکته های اون ریزی هستش که در طول برنامه شما باید ازش استفاده بکنید. سرفصل ها رو عیناً ما دقیقا از وبسایت zamarin.com جلو میبریم، چون استاندارد گفته که چه چیز رو توضیح بدیم، ما دقیقا همون رو به شما عزیزان میگیم. پیش نیاز های دورمون یه مقداری آشنایی با زبان سی شارپ رو معرفی میکنم که بهترین پیش نیازه. یه مقداری اگه بلد باشین در حد مقدماتی، چون بیس کار ما در واقع همین سی شارپ هستش، اگر که اینو بلد باشین میتونید که زامارین رو کد بزنید. و یه سوالی هم که واسه بعضی از کاربران محترم پیش اومده بود که فرق زامارین با دات نت چیه. در واقع زامارین یک پلاگینه که شرکت مونو اونو در واقع اومده توسعه داده، و خب چون میدونید که با دات نت خیلی کار رو میشه کرد و اینم به لطف مایکروسافت اومدن پستری رو برای شما عزیزان آماده کردن، شما بتونید با زبان دات نت اندروید رو هم کد بزنید. منابع آموزشی، بهترین چیزی که ما داریم سایت MSDN هستش که حالا من در ادامه همین اسلاید به شما عزیزان خواهم گفت، msdn.microsoft.com و document.zamarin.com، دو تا از منابع خیلی خوبمون هستن که در واقع اومدن به صورت اسکرین شات شده و یه مقدار اگه انگلیسیتون خوب باشه میتونید پسش کاملا بربیارید. خب شیوه تدریس ما به صورت کاملا عملیه، همونطور که نوشته شده. در پایان هر ویدیویی که به شما عزیزان میگم، اگر که مثلا با پلاگین خاصی کار بکنیم، اگر که با یک برنامه بیرونی سرویسی چیزی خاص کار کرده باشیم، و حتی خود پروژه‌ای که توی ویژوال استودیو با هم دیگه طراحی میکنیم رو در آخر هر تمرین، یعنی هر ویدیو، داخل اون فولدر قرار میدم که شما عزیزان هم بتونید استفاده بکنید. یه نتیجه کلی ما میگیریم، چون برنامه‌مون رو به صورت پارت پارت کردیم، نخواستیم که زیاد شما اذیت بشیم. ممکنه که یکی از چیزایی که ما میگیم 3 ساعت طول بکشه، واسه همین تقسیم بندیش کردیم که شما عزیزان راحت بتونید یاد بگیریم. تا جایی که شده یا سعی میشه که ما کوتاه بگیم ویدیو رو، ولی یه مبحثی که ادامه دار باشه باید تا آخرش بریم که شما عزیزان گیج نشید. خب یه مروری اجازه بدید که ما سر سرفصل رو با هم بکنیم. و سرفصل های سی شارپ، یعنی ما اومدیم به دو تا مجموعه تقسیم کردیم، یکی سرفصل خود سی شارپ و یکی هم مال خود اندروید. مقدمه بر دات نت به شما عزیزان گفته میشه، فرق دات نت با سی شارپ که خیلی خوب خیلی از کاربرا این سوال رو همیشه پرسیدن که این دوتا آیا یکی هن یا اینکه با هم متفاوته. آشنایی با فضای نام یا همون نیم اسپیس ها، مفهوم شیگرایی و کلاس، آبجکت اورینتد منظورم هستش، کلاس ها و پروپرتی ها، قواعد برنامه نویسی در سی شارپ، نوشتن اولین برنامه، کیورد های مهم و کاربردی، همون کلماتی که معمولا به رنگ آبی در میان، اگه دوستانی که برنامه نویسی کردن در محیط سی شارپ، وقتی که شما چیز رو می نویسید، مثلا اسم کلاس رو وقتی که می نویسید به رنگ آبی در میاد، جزو یکی از کیوردهای مهم سی شارپ هستش. آشنایی با انواع دیتا تایپ ها،
تغییر متغیر، تعریف به حضرت میخوام. تغییر متغیر بدون مقدار اولیه، کلمه کلیدی ور و از استفاده آن بدون دیتا تایپ، تبدیل انواع داده به یکدیگر، داده های عددی، داده های رشته و کارکتری، میدان دید یا همون اسکوپ، عملگرهای ریاضی، دستبندی عملگرها، خصوصیات فرم، تکس باکس و باتن، کنترل ها، اکثر کنترل هایی که ما خیلی بهشون نیاز داریم، ساختار شرطی مثل ایف و ارس، سویچ رو میگیم که خیلی تو اندروید به درد ما میخوره، ساختار وایل، حلقه فور و فور ایچ، آرایه ها، آرایه چند بعدی رو بهتون میگیم، تک بعدی رو بهتون میگیم و اینکه اصلا شما چجوری نحوه ساخت یک آرایه رو یاد بگیرین، چون ما توی اندروید خیلی بهش نیازمند. متدهای بازگشتی، مفهوم اورلود، اکسپشن، ترای کچ، شیگرایی یا مفهوم کپسولی بودن، OOP یا همون Object Oriented Programming به صورت خیلی کاملتر. اول جلسه ما یه مداری باهاش فقط در حد آشنایی میگیم، بعد انتهای کارمون یعنی در طول دوره یه مداری مفاهیم قوی تری میگیم که شما بهتر متوجه بشین. آشنایی با EMD، کنترل استیتمنت ها، فکتوریل، محاسبه عدد پرایم، مفهوم استاتیک متد ها، مفاهیم گت و ست، اینام، دلیگیت، ایونت ها هم به صورت ترانسفر هم به صورت پارامتر و مفهوم پولیمورفیسم. این سرفصلایی بود که معمولاً در واقع میان و یه مقدار از سرتهش میزنن برای اینکه میگن چون شما دارین برنامه‌نویسی موبایل یاد میگیرین فقط باید برین سمت اندروید و طبق سالهای زیادی که این داستان در واقع اومده تدریس شده و یا به صورت داکیومنتی خدمت شما کاربران تقریبا قرار گرفته، به این نتیجه رسیدن که تا جایی که میتونن از C# به صورت کامل استفاده بکنن. برای اینکه همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم C# رو شما میتونین با چند هفته کد زدن یاد بگیرین، ولی اصل داستان اون نکته های ریزشه و اونه که بیشتر به ما کمک میکنه، وگرنه سینتکس برنامه یه چیزیه که خب بین تمام برنامه نویس ها میمونه، مثل زبان های برنامه نویسی میمونه. برای همین تصمیم گرفتیم با مدیریت محترم سایت لرن فایلز که ما C# رو حداقل تا دوره متوسطه به شما عزیزان آموزش بدیم. پیشرفت رو نمیخوایم چون هدف ما اصلا یه کار دیگه است، هدف ما یادگیری اندروید هستش با زامارین یعنی همون دات نت. پس ما ادوانسش رو به خود شما میسپاریم، اگر که علاقه من شدین که حتما این اتفاق میافته پیش برید و بیشتر بخونید تا روی این زبان خیلی مسلط شد. سرفصل‌های اندروید با زامارین یه سری منابع دارید شما برای دانلود کردنش، یعنی شما در واقع باید اون IDE یا همون برنامه که باهاش باهم کد نویسی بکنید رو دانلود بکنید که بهتون توی دوره گفتم از چه منابعی بگیرید، از چه سایت استفاده بکنید برای اینکه شما بتونید اندروید رو به عنوان یک سیمولیتور یعنی یک درایو مجازی توی سیستمتون حتی در ویندوز داشته باشین. دانلود JDK، NDK و SDK خیلی مهمه که به صورت کامل به شما آموزش داده میشه که شما باید چی کار بکنید تا اینا رو بریزین. نصب خود زامارین استودیو یه سری ابزار داره مثل مونو اندروید، مونو تاچ که اینا رو خب بهتون گفته میشه. ساخت ایمولیتور اصل داستان هست که برنامه ما روی این باید اجرا بشه. طراحی لایه‌های چند بعدی، متغیرها در اندروید، پیاده‌سازی متدهای ورودی، روش‌های دسته‌بندی متدها، استفاده از لیست ها، لیست های پیوندی ما خیلی از این استفاده میکنیم، استفاده از دکمه رادیویی، کنترل ها، کار با کنترل ها، در واقع همون چیزی که تو C# میخونیم یه مقداری یعنی با یه دید بهتر باید بهش نگاه بکنیم، همونه ولی یه مقداری متفاوته. ما میایم بیشتر رو ایمیج ویو، باتن، لیست ویو، چیزایی که واقعا خیلی تو اندروید کاربردی هستش رو آموزش میبینیم. نوار کشویی، کلاس اینتنت، کلاس استاتیک، کلاس اکتیویتی، یکی از کلاس بسیار مهمی که تو اندروید حتی اندروید جاوا هم این کلاس استفاده میشه، از همون اومدن نمودار
کپی برداری کردن و در اختیار ما قرار دادن. ما به زبان داست‌نت می‌نویسیم. کلاس URI رو یاد می‌گیرین، کار با دیتابیس، دستورات دیتابیسی، دستورات DML، در واقع همون Data Manipulation Language که در دور توی SQL می نومن به صورت کامل گفتم، ولی همون دستورات رو ما توی اندروید هم پیاده سازی می‌کنیم و سرویس ها رو کامل متوجه میشین که چجوری بیاین اصلا یه سرویس رو طراحی بکنین، یعنی در واقع یه سرویس چه خصوصیت هایی داره. همون سرویس هایی که ما توی سکیشار استفاده میکنیم حالا میخوایم توی پروژه هامون استفاده کنیم. مثلا فکر کنید میخوایم یه صفحه لاگینی طراحی کردین، میخوایم به کاربرانی که میان توی سیستم شما ثبت نام میکنن یه SMS برشون بره، این از طریق یک سرویس که حالا من تو نمونه عملیش رو براتون آموزش خواهم داد. مفاهیم سرویس های داخلی و خارجی از برنامه، اعلان یا نوتیفیکیشن، کار با شبکه داخلی، صفحات طبقه بندی شده، مفهوم وراثت، خاصیت ها در کلاس، رویدادهای تایمر، بیلد کردن و پابلیش که اصل داستان هستش. یعنی ما تمام کارهایی که میکنیم انتهاش باید یه خروجی APK بگیریم دیگه و این پابلیش در واقع همون رو به ما میگه. پیشنیازهای دوره همطوری هم که اواسط این ویدیو به شما عزیزان گفتم، یه مقداری با زبان C# فقط در حد دیتا تایپ ها که البته ما میگیم اینو، ولی اگر که دیدی داشته باشین خیلی برنامه یا دوره براتون جذاب‌تر خواهد شد. و وبسایت هایی که در نظر گرفته شده، وبسایت خود زامارین هستش همونطور که بهتون گفتم، مایکروسافت MSDN و خود گوگل. یعنی شما حتی به فارسی هم که شده یه چیزی رو اگر که گیج هستین ببینید، یعنی اگر که یه جایی که متوجه نشدین که مثلا این برنامه رو چجوری نوشته، همون رو کپی بکنید و تو گوگل سرچ بکنید. یکی از سایت هایی که خیلی بهتون کمک میکنه استک آورفلو هستش. اکثر برنامه‌نویسا این سایت رو میشناسن، به تمام زبان ها این سایت اومده برای شما رفرنس داده و میتونید که مشکلاتون اونجا حل بکنید. و دست آخر میرسیم به سایت بزرگ لرن فایلز که واقعا یکی از دلایل موفقیت من در زبان برنامه‌نویسی همین سایت بوده و به شما عزیزان هم پیشنهاد میکنم که طبق اون دسته‌بندی که توی این سایت انجام شده، مثل در واقع مثلا وب نویسی، ویندوز نویسی، همه اینا رو اومده برای شما عزیزان آماده کرده و من خیلی خوشحالم که یکی از وبسایت‌های بزرگ توی ایران هستش که اومده برای شما عزیزان از پایه زبان برنامه‌نویسی رو شروع کرده و تو دسترستون هستش به صورت فارسی. از ازتون نمی کنم بیشتر از این و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ما جلسه بعدی، اولین جلسه مون رو برای دوره C# با همدیگه شروع می کنیم. فعلا خدا نگهدارتون.